همان طوری که عزیزان در جریان هستند، یک شنبه تاریخ 14 نوامبر سال 2021 مانند بیشتر نقاط جهان در شهر مزدحم و بزرگ نیویورک نیز و تعداد ده‌ها تن از افغان‌های دلسوز و وطن دوست تظاهراتشان را برای دادخواهی و بلند نمودن صدای زنان و مردان افغان برگزار نمودند. بنده نظیر عظیم کریمی خبرنگار آزاد برای تحت پوشش قرار دادن این تظاهرات عظیم خود را به نیویورک رساندم و شما عزیزان را در جریان گزارش خبری آن از طریق چینل یوتیوب و سایر رسانه های جهانی گذاشتم. اینک طبق وعده امروز راپورتاژ مکمل آن را تهیه و به دست نشر می سپارم. امید مورد توجه شما خوبان قرار گیرد. در گرد همایی افغان های مقیم شهر نیویورک، آنها در مورد سیاست های غلط برای افغان های داخل افغانستان دادخواهی نمودند. آنها از طالبان انتقاد نمودند که با وصف اعلام عفو عمومی چرا باز هم فعالین حقوق بشر، خبرنگاران، هنرمندان و کارمندان ملکی و نظامی حکومت سابق را مورد املاق قرار می دهند. در حالی که طالبان ادعای کنترل تمام کشور را بر دوش دارند، پس اگر آنها در این عملات دست ندارند، چرا عاملینش را دستگیر نمی کنند؟ همچنان آنها با شدیدترین الفاظ طالبان را متهم نمودند که زنان افغان را به ظالمانه ترین شکل مورد ظلم و ستم قرار داده و برای آنها در عرصه‌های مختلف زندگی مانند تحصیلی، فرصت‌های توسعه‌ای، اجازه کار و سایر آزادی‌های اساسیشان را محدود نموده و یا هم به گونه مکمل سلب کردند. با باور اشتراک کنندگان، این کار طالبان سبب ناامیدی زنان افغان گردیده است. این اعتراضات در چند صد متری دفتر سازمان ملل متحد از طرف جوانان از جمله آقایان انجینیر زبیر، شمس الدین سنگی، یک تن از شخصیت‌های فرهنگی، اجتماعی و با نفوذ افغان در شهر نیویورک، عکاس مستعد آقای ویس، آقای فرهاد و همچنان بانوان جوان و تحصیل کرده افغان مقیم نیویورک اریک، مشعل، زلیخا و فاطمه با همکاری جمع دیگر از افغان‌ها برا انداخته شده بود. و موضوع مهم این بود که بسیاری از این جوانان در خارج از افغانستان تولد شده و بزرگ شده ای امریکا بودند، اما باز هم قلبشان برای میهنشان در تپش بود و صدای مظلومیت مردان و زنان سرزمینشان را در نزدیکی سازمان ملل متحد بلند نموده بودند. یکی از اشتراک کنندگان یادآور شد که اکنون نباید بهای عدم مدیریت سالم، سالنگاری و زورآزمایی حاکمان و رهبران پیشین را مردم افغانستان بپردازند و از جامعه جهانی خواستند تا هرچه زودتر به این بی‌تفاوتیشان در قبال قضیه افغانستان پایان بخشیده و نگذارند تا تروریستان جهان از این خلا استفاده نموده و باری دیگر مانند سالهای 1996 کشور ما را به خانه امن تروریستان تبدیل و از آنجا خطر را متوجه سایر نقاط جهان بسازند. از شما خوبان خواهش میکنم تا به صحبت‌های چند تن از اشتراک کنندگان این گرده همایی عدالت خانه توجه نمایید. نامک چیز؟ My name is Nora. What flag is in your hand? It's Afghanistan flag. Excellent. Afghanistan. How do you like Afghan people? I love them. In Afghanistan people are hungry. People need shelter. It's coming to winter. Everyone around the world raise awareness. Donate. Speak to your family, Afghanistan. سخنران اول این تظاهرات انجینیر زبیر سنگی، یک تن از جوانانی که در ایالات متحده امریکا زاده شده است بود. وی در خلال صحبتهایش کارکردهای دو ماه و بیشتر از آن طالبان را به بررسی گرفت و اشاره به این که چرا ایالات متحده امریکا به افغانستان رفت و نیز یک بار دیگر حادثه 11 سپتامبر 2001 را by Yode Azirin Awar. The Taliban has taken over Afghanistan on August 15th. We've all seen enough of what the Taliban has done in the past 3 months. We have seen there today what they've done, first of all, in Panjshir, in the province of Panjshir, when they initially resisted. Well, first they went to negotiate with the Taliban. And when the Taliban refused, they started their attack on the province of Panjshir. They've been killing people, they've been killing ethnic minorities. The Hazara have been displaced in many provinces. Engineer Zubair Sangi az jamee jani ba khusus sazman milal mutahid khast ta Taliban ra ta zamane ke tawaqqu'at mardom Afghanistan ra baravardan nasazand ba rasmiyat nashnasand. Qishr jawan afghan dar Amerika ba khusus dokhtaran naqsh sazande ay dashtand. بی وطن نیست غریبی که کند یاد وطن، در وطن بوده ای بی یاد وطن بی وطن است.
تا طرف نشان نمیده که طالبان نبینن. نه خیر، نه گپ نیست، میخوام روی زیبای شما را ببینم. امی پیام مایی برای همه مردمای روی دنیا است که افغانستان باید مملکت پس جور اگشت بتانیم، پس بیاریم، پس موصل پس بیاریم. بسیار حالت خراب شده ده ای 3-4 ماه که ما میبینیم در تیوی و تلویزیون و وازیاتر ما در دل ما در ترس است بر خود افغانای ما که حالت شاید خرابتر باشد. نان، غذا او چیزا بسیار کم شده و حال فعلا امریکا تا بال بنکا را فریز کردن، پول پیسه نیست، بسیار مشکل است که مواد را از یک طرف دیگر طرف ببرین. نام ما زلای خواسته، اینجا آمده ایم از خاطر افغانستان گپ میزنیم. چی پیام داری برای طالب؟ پیام ده است که مردم روز به روز حالت خراب شده به مردم افغانستان. میگن که مردم نان ندارن، میزنا را بانن که درس بخوانن، اشتکار را بانن که مکتب برن، مردم برو کار کنن. طالبان را کلمه خوب خبر داریم، درس نخواندن. مدرسه خوانده نیست زلیخا جان؟ نه خیلی درس نخوانده. مردم های هست که از کو هستن. افغانستان بسیار جوان های ما بسیار روشن فکر هستن، میخواین افغانستان خوبتر شود. We're here in support of the National Resistance Front, and I think they need to know that they have supporters from Afghans all around the world. شمس‌الدین سنگی یک تن از تاجران ملی افغان مقیم شهر نیویورک در راندزی این تظاهرات زحمات فراوان را متقبل شده بود. وقتی از آقای شمس‌الدین سنگی پرسیدم که دلیل راندزی این تظاهرات در این نوای سر چیست، گفت با اون خاطر آمدیم صدای ما را بلند کنیم تا جهانیان بفهمند که در افغانستان چه مشکلات است، چه میگذره. زمستان نزدیک است، طالبان برای مردم وقت نمیده، کاروبار نیست، جوان ها همه گاواره شد از افغانستان بیرون شده رئیسند. تا می خواهیم سرنوشت افغانستان معلوم شود که تا افغانستان ما به یک هم همان دوباره پس بگرده انشاءالله. در ختم این تظاهرات قطنامه ای که سوی همه تایید شده بود توسط انجینیر زبیر سنگی به خانش گرفته شد که در آن از سازمان ملل متحد و ایالات متحده ای امریکا و متحدانش خواسته شد که تا زمانی که طالبان حکومت همه شمول را تشکیل نداده و حقوق زنان را احترام نکنند، این گروه را به رسمیت نشناسند. سید یک تن از افغانان دیگر ایالات متحده ای امریکا که سالها قبل ترک وطن کردند روی تحکیم وحدت ملی تاکید می دارد و می گوید که همه اقوام افغانستان باید تحت یک چتر برادری و اسلامی و برابری باید زیست کنند. مگر کسی روز بیمه طلبت از ایام مشکلان است که هر روز بتر می بینم. بله. از پتازی شده مجروح به زیر پالان توق زرین همه در گردن خر می بینم. راست میگه بلکل چیزی که شما می فرمایید بلکل درست است. امروز اگر ما اتفاق اتحاد نکنیم با هم یکی دیگه نسازیم، دست خارجی رو باید اجازه ندیم. خارجی ها از ما استفاده می کنند. چرا؟ هر چیز ما رو می برن به نفع شخصی خود، باز میگه ما برای شما کمک میکنم. چی کمک میکنی؟ از خانه این پیسه من میبری، پس برای من میبری، مرا خیرات میدی؟ و در ضمن که یک جای نباشیم، اتحاد نکنیم، کامیاب نمیشیم. احمد یک تن دیگر از جوانان افغان مقیم شهر نیویورک ایالات متحده ای امریکا از اعضای مقاومت سابق دل ناخوش دارد و میگوید این نسل نو از جبهه مقاومت ملی افغانستان است که تحت قیادت یا لوای احمد مسعود پیش برده میشود. آقای احمد از اعضای سابق جبهه مقاومت شمال چنین گله می کند. بله، یگانه چشم دیده که فعلا مردم به حساب چشم برای از اونا سر جبهه مقاومت است. فعلا به خاطر از اینکه دیگرا که در حکومت سابقه بودن و اونا کلشان امتحان خدا دادن که امید است که این مقاومت گسترش پیدا بکنه و حدی اقل بتانه که یک پرشری ایجاد بکنه در سطح ملی و بین المللی تا اینکه به خواسته های مشروع هر شهروند طالبان باید جواب مثبت بده. گفتند دیگر امتحان خود داده، مردم کم کم دارن اعتماد خود نسبت به جبهه مقاومت پنجشیر هم از دست میدن. به یک نفر گفتی آقای دریا تن کی میشود؟ آقای احمد مسعود فعلا تنها مانده. بله دقیقاً، واقعا شرایط بسیار سخت و ناگوار است. ما زمانی که از مقاومت صحبت میکنیم، مقاومتی ما این مقاومتی نیست که صالح باشد در او یا مثلا افراد دیگری که اونها در نظام سابقه بودن و اونها اشخاصی بودن که از مقاومت اول و یا از مقاومت قبلی آمده بودن در دولت
هدف ما او مردمان است و اونا را ما خود ما شخصا به حیث یک افغان و ما اونا را جزی از مقاومت نمیدانم. چرا نمیدانم؟ بی‌وفا بودن؟ بخاطر از که اینها اشخاصی بودن که واقعا خیانت بسیار جدی را در کشور اینا مثال خیانت کلامی کردن. وقتی که منفعتشان بود اینا دم از مقاومت زدن، ولی وقتی که بخاطر رفاه و آسایش ملت می بود باز اینا همیشه اینا را دادن. ولی مقاومت جدید که برابری احمد مسعود صورت گرفته، فکر میکنین که راه به جایی ببره؟ بله، انسان ها همیشه امیدوار هستن. وقتی که انسان یک گامی را می برداره که مثبت بوده باشه و بخاطر یک تغییر مثبت در یک محیط باشه، بله چرا نه. اگر ترک وطن کردم به جا بود، وطن آغشته درد و بلا بود، ندانستم به روز الوداعش که آبودانه ما در کجا بود. چه وقت ترک وطن کردم؟ در سال 1984، تقریبا 30 سال میشه. دلیلش چی بود؟ دلیلش به خاطر کمونیستا را خوش نداشتم. خیلی به جای کمونیستا اینا را ما خوش نداریم. کی را خوش داریم؟ ما میخوایم که وطن کسی باشه که وطن دوست باشه، برای وطن خدمت کنه. طالبان وطن دوست است؟ نه، نیستن. چی باید شه و آپشن دیگه؟ چی کی باشه و چی باشه؟ میخوایم که یک مردم باشه که به افغانستان خدمت درست کنند، دوزی نکنند، رازنی نکنند. طالب دوزی نمیکنه به خیال. اگر نکنن خب اونم حال ببینید که چقدر مشکلات آورده در مردم افغانستان. ببینن اون مردم ما رو ببینید در شهر افغانستان برش مشکلات خلق میکنن. بله. مقاومت جبهه مقاومت ملی رو چطور فکر میکنن؟ فکر میکنن که مقابل طالبان یک قوه باشه که بتونه وطن از ایالات را نجات بده؟ ان شاء الله وطن ما آرام شود، مردم غریب بیچاره ما از گشنگی نمره، که چه قسم آمریکا میتونه مردم غریب کمک کنه. فعلا مردم نان نداره، آو نداره، مردم تفلک های خود را به فروش رساندن. بدخشان، correct? In Badakhshan, one man died because he was listening to music. And where in the world do you attack a human being for listening to music? بسیار درد دارم پیش طالبان. من درد دارم پیش مردم ما. So, yes, دردت. بسیار سفرینگ میکنه، بسیار یاد نداره what's going on. The entire world, the Muslim community, نمیفهمه چی گپ شد, and they're not saying nothing. بسیار voice نداره. I want to be able to speak for them. I want to be able to give them a voice because they're not being able to have their voices heard. خوب دوستای عزیز، همون که شما دیدین یک تعداد زیادی از افغانها امروز اینجا جمع شدن، عدالت خواهی کردن و با سردادن شعارای بهبود بخشیدن یا سهولت برای مردم افغانستان از ایالات متحده خواستن تا پولای منجمد شده را دوباره آزاد کنه و همچنان پیامایشان به طالبان بود که مکاتب برای زنها باز شد و شما صحبت های زنها را شنیدین. البته این در حال است که پولای منجمد شده هنوز به حالت اولی مانده و کمک های بشر دوستان ظاهرن غرب با ایالات متحده امریکا میگن که به افغانستان میره، اما مردم افغانستان هنوز به فقر به سر میبرن. حتی حاضر هستند تا فرزندان و جگرگوشایشان فروخته و در بدل یک لقمنان به دست بیارند. این که اوضاع افغانستان به کدام سمت سو در حرکت خواهد شد گذشته زمان ثابت خواهد کرد. نظیر عظیم کریمی، خبرنگار آزاد، شهر نیویورک، ایالات متحده امریکا. در پایان این برنامه آقای انجینیر زبیر سنگی قطعنامه جبهه مقاومت ملی را به زبان انگلیسی برای حاضرین به قرائت گرفت. We cannot be supporting a government that has members that are on the FBI's.